با فرا خبر با من یه آوش خوش آمدید در این برنامه حمله بر سفارت اسپانیا تحفه نشست قلب آسیا حمله گروهی مهاجمان بر سفارت اسپانیا یک روز پس از سفر رئیس مرغنی به پاکستان نشانگر چیست؟ مثل که می دونی زلزله آره یعنی رو شیش های ماره می دونی کل که انفجار بود کلش هم تو <applause> مایده مایده کرد گرم بود که فکر می که دیگه خانه ما کشتی گرفتن یک نماینده اوکراین با نخست وزیر در صحنه پارلمان برام خدا و وقت شما بخیر با برگشت رئیس مرغنی از پاکستان قلب کابل بار دیگر آماج حمله گروهی مهاجمان قرار گرفت در حمله گروهی مهاجمان بر سفارت اسپانیا در قلب پایتخت دو شهروند خارجی پنج سرباز پلیس و یک غیرنظامی جان باختند یک روز پیش از این حادثه مقام های پاکستانی از آغاز گفتگوهای سال بر رئیس جمهور غنی وعده سپرده بودند نکته سوال برانگیز دیگر در حاشیه این سفر انتقاد تند رئیس امنیت ملی از پاکستان در جریان سفر رئیس جمهور غنی و کنارگیری رئیس یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور می باشد اما حمله گروهی در کابل با وعده های صلح مقام های پاکستانی چه ارتباطی دارد و آیا افغانستان بار دیگر به نام صلح قربانی جنگ خواهد شد احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی برای بحث بیشتر با ما هستند مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین خوش آمدین آقای سعیدی یک روز پس از سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان قلب کابل آماج حمله گروهی قرار میگیره این واقعا نشان دهنده چی است نخست خدمت فرد فرد مردمی بزرگوار افغانستان سلام عرضی ادب دارم خدا را سپاس گذارم با دعای مردم افغانستان از خورد تا بزرگ از حمله ناجوان مردانهی که به جان صورت گرفته بود نجات یافتم و شما سپاس گذارم که صحبت امشب مره با, با وجودی که من بهتر استم زمین سازی کردین بخاطر این که یک تعداد رسانه های غیر مسئولانه به خصوص رسانه های پاکستانی از دو سه روز به این طرف نشرات را به راه انداختن که گویا شهید شدم، وفات کردم و جنازه ای مرا در سردخانه نگاه میکنن. من به مردم افغانستان اطمینان میتونم که من زنده هستم. به خاطر تحقق عدالت و آزادی مردانهوار مبارزه میکنم و به خاطر هر نوع تروریسم، داعش افغانی و جنگافروزی مخالفت دارم. حالا برمیگردیم اونچه را که شما از حمله دو شب صحبت کردین، حمله تخریب کننده ای بود از ساعت شش شام تا چهار امروز هم دوام داشت مردم ما آرام بودند ولی بدبختانه هر وقت که مقامات افغانی میخواهند با پاکستانی ها صحبتی داشته باشند پاکستانی ها میخواهند زور شست خوده به ما نشان بتن و بگویند که اگر عمر حکومت ما پاکستانی ها 66 سال است ولی میتونیم شما را به زانو در و اون را که جناب آقای قینی رئیس جمهور با مقامات پاکستانی برش وحده دادن نواز شریف وحده دادن حکومت افغانستان متاسفانه تی سالها هم در جمان جناب کرزی با ملکی های پاکستان مذاکره داره تصمیم گیرنده در پاکستان آیسای است اردوی پاکستان است تا وقتی که ما در منطقه با یک اجماع ملی نرسیم تا وقتی که ما نیروهای مسلح خود را تقویه نکنیم پاکستانی ها به ما زور شست نشان میتن و غیر از فریبکاری دیگر چیزی نخواهد داشت چون حکمت ملکی تصمیم گیرنده نیست حالا رئیس جمهور غنی پس از حمله شاه شهید گفته بود روابطش به تیرگی گرایید با پاکستانی ها ظاهرا سفرم نمیکرد وقتی که به پاکستان رفت در نشست قلب آسیا در برگشت خیلی خوشبین است به اینکه پاکستانی ها تغییر کردند و تغییر موضعی دادن باور می است که فشارهای بی حد و حصر مقامات امریکایی بالای آقای قنی و وضع ناهنجار داخل کشور و وعده های میانتهی را که نواز شریف یا سرتاج عزیز میته آقای قنی را وادار میسازه که حرفی بزنه ولی من باور دارم که تا وقتی که نظامیای پاکستان ندانند که ما اردوی نیرومندی داریم افغانستان دیگر زنو نمیزند ملت بزرگی به پشت قوتهای مسلح خود قرار داره و حکومت وحدت ملی از یک پشتیوانه ملی برخوردارد نه از یک پشتیوانه قومی و تیمی شما ببینین یک و دو روز پیش تغییراتی که در امنیت ملی صورت گرفت آقای نویل استفا کرد خیلی جای تاسفه به باور می رحمت الله نبیل یک افغانی وطن دوست شجاع دلیر یک افغانی که افغانستان دوست داشت ولی اگر پاکستانی ها بخواین که چون امنیت دولتی مغز یک نظام است اگر پاکستانی ها بخواین که ما در مغز نظام سرمایه میکنیم و مهره شانیم مگر مردمی سرفراز افغانستان همیش زنده نباشند آقای کوهستانی چند ساعت پس از برگشت رئیس جمهور از پاکستان و وعده چرب مقام های پاکستانی به ایشان کابل آماج قرار میگیره این حمله بر سفارت اسپانیا در کابل چه پیامی واقعا بر ارک داره به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به عزیزان بیننده و هم کران شما من به نوبت بسیار سپاسگزار هستم از مردم عزیزی که با ما نگرانیاشان شریک ساختن و هم دردی داشتن در پیوند سفر رئیس جمهور و توافقات قبلی و بعدی که در قلب آسیا به وجود آمد شما شاهد بودین که چگونه طراحی کردن عمله به میدان هوایی قندهار با آغاز کنفرانس عمله به قندهار آغاز یافت با پایانش جنگ در قندهار پایان یافت در یافتانشان میته که افراد توریست بدون سلا وارد گارنیزون قندار و ساحات مورد نظر شدند بدون اسلحه آمدن از داخل تجهیز شدن این تحقیقات ابتدایی است که روشن شد که دولت چی میگه این بررسی های زینا که قابل اعتماد و اعتبار نیست همزمان بعد از بازگشت رئیس جمهور و کنفرانس مطبوعاتی که در پاکستان و در کابل ارائه شد عمله به سبسترین نقطه شهر کابل یعنی صاحب مرکزی کابل به سفارت اسپانیا صورت میگیره من فکر میکنم این چند تا پیام روشن داره اول که دولت افغانستان خیلی دولت ناتوان و ضعیف است روحی شروندای افغانستان رو میخواین تضعیف کنن با تدامی عملات زمینه فرار مؤسسات و همکاران بین المللی که به افغانستان کمک میکنن از یوناما تا دیگرارا رو می در افغانستان تسریب کنن ضعف نهادهای امنیتی ما رو به نمایش میگذارن کاملا این بارها تکرار میشه و اینا به دنبال حادثه میرن و بعد میگن که یک حادثه کوچک بود چیز را ما دریافت نکردیم کاهش مشروعیت نظام سیاسی است که وقتی مردم نارضایتیش اوچ میگره نظام که وقتی زمانت امنیت مردم کدن میتونه شهرونداره مشروعیت خود از دست میته زیر سوال میره مشروعیت نشان دادن توان گروه که در سبسترین نقاط و نزدیک ارک میتونن عملات انجام بدن مقدار نفوذ دشمن در ساختارهای امنیتی ماست که چگونه کمربنداره عبور میکنن در امنترین مناطق مرکزی ترین مناطق عملات انجام میتن همچنان تعدید کابل به معامله است که رئیس جمهور حکومت افغانستان راه جز معامله با توریستا با پاکستانیا وقتی ما میگیم توریستا که حامل حامی توریستا سازمان استخبارات پاکستان های است ارتش پاکستان است حکومت ملکی پاکستان که در 12 سال 14 سال گذشته هم اطمینان دادن نقش داری کنترل این وضعیت ندارن تمامی رهبری و مدیریت ما در گذشته هم همیشه پیشنهاد داشتیم به حکومت افغانستان مثلا تصمیم گیرا که اول پاکستان شناسی شان تکمیل کنند تحقیقات شان تکمیل کنند نسبت به ساختار حکومت ملکی ساختار حکومت نظامی پاکستان نقش و نفوذشان در سازمان های توریستی در چند دهه اخیر و سیاست های کلان پاکستان برای جیب کردن از آدرس بنیادگرایی و ابزاری توریسم و افراتیت در منطقه ما هیچ گوی دی مورد پژوهش نداشتیم همیشه رهبران ما خوشبینانه قضاوت کردند از کرزی تا به امروز رئیس جمهور موجود افغانستان حالا در حالی که آنچنان شما اشاره کردین فرودگاه کندهار زیر حمله طالبان قرار داشت جانشین المندان به دست طالبان سقوط کرده بود پس چگونه رئیس جمهور غنی میره و دل خوش میکنه با وعده هایی که پاکستانی ها در یک نشست خبری برای حکومت افغانستان می سپارن شما قبل از اینکه سفر رئیس جمهور زمینه سازی شوه هیچ رئیس جمهور در این نشست اشتراک نداشته رئیس جمهور افغانستان در اونجا اشتراک میکنه سران دو طرف دیورند آمدن یا پشتونخوا آمدن در افغانستان نشست داشتن. رهبران ما و رهبران پاکستان سازمانیافته یافته صحبت های جعلی گذشته را که دیورند بر رسمیت نمیشناسیم او طرف جغرافیای ما است هیچ کسی ما را از هم جدا کرده نمیتونه ولی تمامی توریست ها از امو جغرافی به افغانستان میان ما قربانی امو وزیرستان شمالی جنوبی سوابه ملکند و نمیفهم مناطق دیگری که تا چاغه است ما قربانی می مناطق هستیم وقتی بس میشینیم باز پنجاب ملامت میکنیم که کار است در اونجا صحبت های یک صورت گرفت به ضد منافع دو تا کشور بود یعنی منافع هر دو کشور حاکمیت هر دو کشور می میکرد این سازمان یافته بود که ما را باید بدام این نشست بکشن زمینه سازی بکنن تا عامل پیامایی بودین که این فشارها مزایب به این باشه که نبیل در آینده رئیس جمهوری امنیت ملی افغانستان نباشه هر کس هر چی میخواد بگوید ولی رئیس جمهور اصلا نمیگه که هیچ ما... نمیتونه بالای ایشان فشار بیاره ما در شبکه فیسبوک خود نوشتیم که نبیل فستوبک دوش میشه فشارهایی که بر نبیل وجود داشت کاملا درک میکرد از کجا بود این فشارها این فشارها بیشتر از به ج... بنمایندگی از پاکستان توسط عوامل نفوذی اگر شما صلح میخواین اگر شما امنیت میخواین نبیل در رأس اداره امنیت ملی افغانستان نباشه این با طالبای پی تی تی ارتباط داره با طالبای پاکستانی همکاری داره یا بعضی علاقات دیگه هر نظام حق داره برای جمعوری اطلاعات برای تامین منافع ملی خودش یعنی با این سابقه های کوهستانی میگن حکومت به نحو تسلیم شده با یک خواست که آقای نبیل نباشه خواست از امروز نیست تفاهم از هر زمانی باشه این ای ای تفاهم در حکومت وحدت ملی به وجود آمد و قرار بایی بود که آقای نبیل بر یک سال بمانه به اساس تقاضایی که به خاطر حفظ ثبات در افغانستان بود ولی فشارها را به طور دوامدار بر ما محسوس بوده ما شخصا با آقای نبیل صحبت داشتم و اونا مشکلاتی را که باش گرفتار بودن حتی در مقرری آمرای اوزه برای ما تذکر داده بودن و ما میدانستیم من مسیار متاسف هستم که ما برخوردهای سلیقه‌ای میکنیم در ادارات استخباراتی آقای اندرابی بسیار دوست است باش آشنا هستم بچی بسیار با استعدادی است که آمده در اونجا کار کرده در تمام دنیا در ادارات استخباراتیش محافظه کارترین ترین افراد را میگمارند چون اونا تجربه حفظ منافع ملی را با رژیما، ساختارا، سازمانا، دوستا و دشمنای خود دارند شما در دا تمام دنیا نگاه کنین هیچ کسی که چل سال کمتر باشد در یک سازمان استخباراتی به سر رئیس سازمان استخبارات نامده کهنسالترین ها را میارند و پیرترین ها، ترین ها در تعلیل و تجزیه بر ت... اقدامات در عقب پرده حفظ میشن ولی ما آمدیم نو روی کرد را به گونه دیگر انتخاب شما به این باور هستین آقای سیدی که به نحو حکومت تسلیم خواستای پاکستان شده و فشار را بر آقای نبیل بیشتر کردن تا ترک بگوی سانر. یک بار دیگر تکرار میکنم که اول خوب مقرری هایی که د و آخر به امنیت ملی صورت میگرفت توافق آقای نبیل حتما وجود نداشت و از طرف دیگر شما میفهمین که یک اداره زیر دستا اگر به توافق یک دیگر مقرر نش مشکلات ایجاد میشه و از طرف دیگر آقای نبیل طرفدار قرارداد امنیتی با پاکستان نبود و کسایی که خفه شدن از نویل گفتن گویا حرفای آقای نویل باعث ازی شده که قرارداد امنیتی به سر نرسید گپ سوم تکرار میکنم که آقای نویل شما میدونین در دنیای سیاست مغز یک نظام استخباراتش است اگر میخوای بدن فلج کنی مغزش بگی مانند که به گوش مزده بودن که مغز ول شوه بنان حال پاکستانیا یک از آرزوهاش ای است آرزوهاش ای است که تسلط پیدا کنند بر ریاست امنیت دولتی تا بعد از مغز کنترل کنند و قدم ها به این ارکچ این آرزو است ولی شما شنیدین آقای غنی هشدار میده که چون این حرفی را نباید زد در مورد حکومت افغانستان خب. که گویا تسلیم خواست پاکستان شده و یا این تغییر ببیدیم. ناشی از اونجاست آقای غنی با چی چی رقم بگوی بگوی که بلی تسلیم شده من براتون میگم ما آقای غنی به دیدن ما بود در شفاخانه من برش گفتم مردم ما تعبیرای منفی کردند من گفتم که بچه ایم تحصیل داره نگفتم که آقای قینی مقرر کنه هدف می بود که من آدم بیسوادی نیستم مال نیستم من داعش نیستم ما فامیلی تحصیل کرده ای هستیم اما چی میگم من براتون قسم میخورم که آقای قینی از پاکستان چی میخواد تورست روان نکو انتوری و انفجاری نفرست ولی پاکستان برای که دیورند میخواد تسلط بر نظام استخباراتی تو میخواه تسلط بر قوت های مسلح تو میخواه در حال که بدون قوت های مسلح هیچ چیزی رو ما در افغانستان دفاع کرده نمیتونیم یک دو کلمه من حملاتی که صورت میگیره دو شب صورت گرفت این حملات میخواه پاکستانی ها استخبارات پاکستان به دنیا بفهمانه که نظامی که به نام حکومت ولایت ملی حکومتی که ساخته شده دیگر توامی دوام نداره شکننده هست بیاین دنیا امریکا طالب حمایت کنیم بیاین توریسم حمایت کنیم ولی من میگم به مردم افغانستان میگم به هر قیمتی میشه هدف ما از آقای قنی یا دکتر عبدالله نیست اگر این نظام امروز میشنه بدیلش داعش است بدیلش القاعده است باید رای سنجید و را چی است متقاضا میکنم حکومت افغانستان هرچی زودتر جناب آقای قینی ولک طوری که خودم ملاقات داشت گفت به تنهایی پشتی رسانه ها که رسانه نبود هرچی آجلتر سرنوشتی تعدیل قانون اساسی را که به مردم وعده کرده در حکمت خود تعیین کنه لوی جرگه را دایر کنه به خاطری تعدیل قانون اساسی و تعیین انتخابات پارلمانی و انتخاب کمشنرها انتخاباتی اگر آقای قینی این را به شمول های الکترونیکی عملی نمیکنه شکست و ریختی که در داخلی نظام داره مشکلاتی که در داخلی داره اینا رو حل و فصل نمیکنه ما به چالش های بزرگی رو برو بشیم. آقای سیدی میمانه بحث ستون پنجم که شما عمله بر جان خودم گفتین کار ستون پنجم است اینها دستشان چقدر قوی است که فکر میکنید حتی تاثیر میگذارن روی نهادهای مثل امنیت ملی و جاهای دیگری که آقای کوستانی میگن که هر تنگ بسازه بر برخی ها که نباشند در اینجا من یک بار دیگر هم اعلان میکنم که مرا داعش و القاعده در چارهی و جیغوب نزده مرا ستون پنجم در داخل نظام کی؟ در لباسی م... معمولا گرگ هستن اما در لباس گوسفندی نرم در لباس گوسفند اینا زده حالا وظیفه حکمت هست که پیدا کنه که کی دستور داده کی مرازده. زده چه میگم جناب آقای قنی رئیس جمهور شخصا به من وعده داد که دوسیه ای تو را من بررسی میکنم و من امروز هم شنیدم که به ارگان های امنیتی تلفن کرده دیروز امروز صبح تلفن کرده که دوسیه ای زیر بررسی کنین ما ببینم اگر آقای قنی دوسیه ای مرا خود وعده داده بررسی نکرد ما میفهمیم که دولت اون چی که میگوی صادق نیست و اون که میگه اما یک چیز رو تکرار میکنم بازم تکرار میکنم که به خاطر ادالت، به خاطر دموکراسی، به خاطر افغانستان سرفراز و سربلند مبارزه دوام دارد. دوستایی میکنند سالی مربیش که میگویند که سیدی میگروزد. سیدی جنازه به سردخانه است، دروغ است. تا یک قطر خون در تن ما است، ما در این وطن مبارزه خواهیم کرد. آقای کوستانی نتیجه گیری شما چی است از عملات اخیر به جان آگاهان سیاسی و این عملات گروهی که نظیر سفارت آسپرانیا ما میخوایم بگم که چند تا عملی در راه است بسیار واضح برای حکومت بگویم که چند تا عملی بدتر هم در راه است متوجه باشن و متاسفانه کسای در درون نظام حامی توریست ها هستن به خانه ما حمله میشه یک سایمنسب پلیس حمایت میکنه سه نفر توریست مورد حمله قرار میته اونا میخواستن این بچه را بزنن او بچه را تازه خبر شدم که در قماندانی سرحدیس ش گرفتن تحقیقات نشان داده 11 بهش آمدن تحقیق کردن امصاییم و اکثران استرات بودن کسای کمکاری کردن از ترس به پلیس حقیقتو رو نگفتن کسی به پلیس تان اعتماد نداره نیم ساعت بعد از حادثه به خانه ما آمدن من میگم کسانی حامی منم میگم پلیس حتی در پلیس به خاطر که خیلی دوستایم هستن ما با آقای علومی و بعضی رفیق شخصی هستم و میگم که در درون شما توریست، شما از توریسم حمایت میکنین شما حامی توریست ها هستید تورریست ها در ساحه 300 متری خانه ما وقتی پیاده فرار کردن ابتدا به خانه ناشناس داخل شدند بدتر چون جای محل خود اشتباه کردن دوباره به محل خود رفتن هیچ کسی سهر انسداد نکرد تلاشی نکرد کنترل نکرد هیچ نیازی هم من ندارم که از من حمایت کنن ما از خود حمایت کردن میتونم آگاه بودیم از امنیت ملی تشکر میکنم که قبلا به خانه ما دفتر ما آمدن ما را از این عمله اطلاع دادن از یک هفته قبل در جریان بودیم متاسفانه تا زمانی که امی فریب کاری دروغ گفتن خاک به چشم مردم زدن که سخنگوی حکومت میزنن باشه ما ده ها شرمن و ده ها است انفجار دیگر از شهر کابل شاید خواد بودیم مردم ما فرار خواهد کرد کسی سرمایه گذاری در کشور نخواد کرد ثبات بر نخواهد گشت مردم به نظام اعتماد نخواهند داشت مردم فکر میکنند که نظام واقعا دیگه از حد دروغ گذشته است اگر اینا بررسی یعنی کرد... شما میگین یک روند از درون آغاز شده برای حذف برخیا قطعا اینا میدونند که حکومت افغانستان او را نمیگه که آقای سیدی و کوستانی میگن ما واقعیت را پرده بر ما برای عدالت مبارزه میکنیم دشمن افشا میکنیم در هر جایی که باشه از این کشور در این چندین سال فرصت هایی که بارها خارج از کشور رفتیم بیرون نرفتیم بیرون نمیریم ولی من متاسف هستم به نهادها و آدمای ضعیفی که در این ای حکومت امتیاز میبرند ظرفیت مدیریتی ندارند ناتوان هستند افکار عمومی را فریب میتن بازی میکنن تا زمانی که انفجارهای بزرگ در شهر کابل صورت میگیره و ما امکانات زیاد و فرصت های دست نزد جامعه و افکار مردم ما به عنوان یک حکومت دروغگوی فاسد به معرفی میشیم و من هم چقدر به هیا هستن کسایی که از حقیقتها چشم پوش می بله آقای سیدی شما هم به این باور هستین آقای کویستانی میگه که در درون کسانی هستن میخوان برخی را حذف بکنن و وضعیت هم به یک سوی نامعلوم در بله بله دو سناریوی بزرگ دوم داره کسانی که منتقدی یا با انتقاد دارن با سیاست های مداخله پاکستان مداخلگر پاکستان و مداخله پاکستان افشا میکنن در قدم اول اینا باید از نگاه فیزیکی ترورشن کشتشن از سر را ورداشتشن دوم کسانی که در داخل نظام صاحب مقامن تا هنوز دست بالا نکردن به سیاست های پاکستان تسلیم نشدن اگر باید کنار زدشن من باور دارم که فشارهای را وارد میکنند به جناب رئیس جمهور فشارهای را وارد میکنند به حکومت وحدت ملی که اگر از ما صلح میخواهید احمد و محمود نباشه اگر از ما صلح میخواهید فلانی نباشه در حالی که تکرار میکنم افغانستان تنها میخواید که ترورست نفرستید آقای سیدی با حذف برخی ها آیا صلح به این کشور خواهد آمد نه نه من میگم که صلح با یک اتحاد با یک وحدت با پشتیبانی ملی وجود میآید تکرار میکنم تا جناب آقای قینی جناب دکتر عبدالله که احترام دارم همه شما را حکمت را اگر اجماع ملی علیه سیاست مداخلگران پاکستان ایجاد نکنیم اگر اجماع منطقوی ایجاد نکنین اگر اجماع فرا ایجاد نکنین سرنوشت انتخابات پارلمانی رو معلوم نکنین سرنوشت تغییر قانون اساسی رو با معلوم نکنین تذکیره الکترونی رو که معلوم نکنین هر روز کلوخ را در آب مانده پا بگذارین بسیار روزهای تلخی در انتظار مردمی سرفراز افغانستان خواهد آقای کوشتانی با وجود این ستون پنجم یا صلح واقعا به این کشور خواهد آمد با این وضعیتی که حالا حاکم است در کشور خیلی چون بازی ها بسیار پیچیده است سازمان های متعدد استخباراتی در اینجا نفوذ دارند نیروهای زی نفوذ و زی بسیار زیاد هستند ای هستند کشورهای خلیج نفوذ زیاد دارند بیش از 50 مرکز توریستی شبکه قانی و وابسته توریستا در شهر کابل است اکثرا در جنوب شهر کابل است ایره های کشفی استخباراتی افغانستان جدی بگیرن با قضایا با مسلکی بودن بپردازن شایع پراگنی نکنن اخلاقا بپذیرن با کار انفرادی استخباراتی جماوری اطلاعات نفوذ کنند در درون لانای دشمن ما امیدوار هستم که با این اقدام بتونیم جلوشو بگیریم چندین حمله خطرناک دیگه در راه است اوا سرد شده جنگوی جبهه‌ای کاهش پیدا میکنه در ولایت سرد اینا متمرکز میشن به کلان شهرهای افغانستان ننگرهار کابل مزار هرات قندهار و این عملات در کابل بیشتر افزایش پیدا میکنه مخصوصا کسایی که منتقد نظام و منتقد های تروریستی وابسته به پاکستان یعنی استرد. شما میگین روند حزب برخی ادامه خواهد پیدا تکر... روشن است میدانند بخش سازمان های امنیتی چرا جلوگی ما نمیکنن آقای کوستانی البته ما مشکور هستم از امنیت ملی افغانستان بارها و ما مراجعه داشتن مرا در دا جریان قرار دادن ولی من متاسف هستم از وزارت داخلی افغانستان نگران جانتان هستین در حال حاضر قطعا میدونم و شیوه مبارزه با این شبکه های توریستی هم خیلی بلد هستم پناه به خدا آقای سعیدی حالا چه تاثیر گذاشته بر فعالیت شما عملی که به جانتان صورت گرفت من میگم شما عقب نشینی خواهید کرد مردم سرفراز افغانستان <applause> کشور رو از بوران نجات دادن توریسم رو حاکم نکردن قربانی ضرورت داره من برای قربانی برای وطن خود برای مردم خود حاضر هستم عیبی نداره ولی ولی میگم که همه زمامداران ما بدانن که پاکستان در حال حاضر صادق نیست در سیاست های خود محتاط باشن اتیاد کنن هر نوع خوشبینی در مقابل پاکستان غلط است درست است حکومت ملکی پاکستان با آقای قینی مذاکره کرده وعده داده اما تصمیم گیرنده نواز شریف نیست تصمیم گیرنده مشاهد حسین نیست تصمیم گیرنده سرتاج عزیز نیست تصمیم گیرنده ردوان اختر است تصمیم گیرنده راول شریفی که حالا متقاعد است از اون زاویه باید داخل شد هر قدر امتیاز بتین زلیلتر میشین اما اگر با مشت آنین با قوت به صرف روزی در امنیت کی دارم من امیل ازه ببینید من سر و صدا نمی کنم. از تقریب نزدیک به 20 روز میشه از حادثه ایمه چون رئیس جمهور شخصا وعده داده که من قضیه ای طور بررسی می کنم. اگر از من به طاق فراموشی سپرده شد باز به و مردم افغانستان و دنیا قضاوت خواهد کرد آقای کوشتانی در یک جمله چگونه میشه جلو مداخله پاکستان در این کشور را گرفت من قبلا هم گفتم که اول ما باید با تمام عمق یک استراتژی تدوین کنیم دشمن بشناسیم استراتژیش بشناسیم سطح نفوذش بشناسیم ظرفیت و توانش ها. و بعد ادارات خود ما را آماده پاسخگویی کنیم تمام امکانات و ظرفیت های ما را به عناصر صادق و دوست ببندیم حمایت کنیم و زمینه سازی بکنیم ارگان های امنیتی ما را به شکل واقعی از کادرهای صادق و دلسوز و وطن, وطن پرست افغانستان کسایی که عشق دارن به این وطن بر از اونا بسپاریم کسای خانواداشان در بیرون از کشور است به کشور صداقت ندارن اونا امنیت فقط فردی خودشان رو تامین میکنن ما امیدواریم به این مسائل حکومت افغانستان رئیس جمهور رئیس جمهوری بپردازند سپاسگزار واقعا خیلی کوتاه کوتا فقط مردم سرفراز افغانستان های مسلح خود حمایت کنین فرزندان خود حمایت کنین وطن خود نجات بتین اگر از همین لحظه همه شما تسلیم میشین و پا به فرار میگذاریم آینده ای کشور خیلی بدبختانه خراب خواهد سپاسگزار از شما احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی و جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی در پایان یک خبر کوتاه ببینید پارلمان ناآرام اوکراین باز هم صحنه زد و خورد شد و این بار یکی از قانونگذاران ناراضی تلاش کرد تا به شیوه عجیب نخست وزیر کشورش را از پشت تریبیون سخنرانی خارج کند به گزارش یورونیوز پارلمان اوکراین بار دیگر شاهد درگیری فیزیکی میان نمایندگان هوادار نخست وزیر و مخالفان وی بود در حالی که آرسین یا نیوک نخست وزیر این کشور در پشت تریبیون قرار گرفته بود یکی از نمایندگان مخالف دولت پس از اهدای دستگل با نخست وزیر درگیر شد و سعی داشت او را با اجرای فنون کشتی از جایگاه خارج کند سپس حامیان دولت در پارلمان این نماینده را به شدت لتوکوب کردند یکی از نمایندگان حامی پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین که در طول هفته تلاش کرده بود زمینه استعفای نخست وزیر را فراهم کند به سوی نخست وزیر حمله ور شد هرچند یادسین یک خونسردی خود را حفظ کرد اما نمایندگان حامی وی با نماینده هوادار رئیس جمهوری اوکراین به شدت درگیر شدند نخست وزیر اوکراین پس از پایان درگیری ها با ابراز تاسف از بروز چنین صحنه های در صحن پارلمان اعلام کرد پارلمان اوکراین نباید به سیرک و یا شوی تلویزیونی بدل شود